از آقای دکتر عباس میری. سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز. خیلی متشکرم که تشریف آوردید. خیلی متشکرم از گردانندان برنامه که بنده را هم دعوت کردند در این جمع بسیار بسیار بایسته و شایسته، با کسانی که هر کدومشون واقعا در زمینه حقوق بشر و در زمینه دفاع از حقوق بشر یلی هستند، از خانم سرشار تا خانم مهرانگیز کار تا جناب آقای دکتر ثابتان و حتی خانم آقداشلو که غایب هستند. چون حضور خانم آقداشلو، حضور کسانی مثل گلشیفته فراهانی در عرصه‌های بین‌المللی، همونطوری که عرض خواهم کرد، بخشی از دفاع از حقوق ملی ایرانه. حقوق ملی، حقوق بشر ما فقط نفی نیست، اثباتی هم هست و اینها در اون عرصه هستن که دستاوردهای بسیار بسیار مهمی دارن. برای من تکلیفی که تعیین کردن این است که در مورد حقوق بشر و چشم‌اندازش در 20 سال آینده صحبت کنم. من رفتم به ده خدا ببینم ده خدا در مورد پیشگویی چی میگه. خلاصش اینه که خنگان هستند که پیشگویی میکنن، ولی پیشبینی میگه کار اهل علم و اهل حلمه. من ترجیح میدم اهل حلم باشم و جزو خنگان جهان نباشم. به همین خاطر پیشگویی نخواهم کرد، پیشبینی هم کمتر خواهم کرد، ولی افقی رو که میبینم خدمتتون عرض میخوام بکنم. کار علوم اجتماعی هم در واقع پیشگویی نیست، بلکه ترسیم همین چشم‌انداز هست. به یک روایتی میتونم بگم که تمام اون چی که من میخوام بگم در شعر خانم سیمین بهبهانی خلاصه بود. واقعا اقراق نمی کنم، یعنی من میتونم تمام صحبتم رو بگم خانم بهبهانی خلاصه کردن. خواهید دید که این حرف نه تعارفه نه اقراقه. خانم سیمین بهبهانی که اتفاقا ما دو ماه دیگه برنامه در استنفورد براشون داریم، چندین بار به استنفورد سفر کردن و هر بار واقعا حضورشون پر از برکت و پر از متانت و پر از ایران دوستی بود و این شعری که از ایشون انتخاب کردن و خوندن اصلا شگفت‌انگیز، واقعا سنخیت داره با اون چه که امشب اینجا داره میگذره و با اون چه که من میخوام عرض کنم. ما در مورد وضع حقوق بشر خیلی بد در ایران شنیدیم و خیلی هم شاید بدتر از اونیست که تا به حال در موردش صحبت کردیم، ولی من میخوام یه تصویری بدم در مورد آینده ایران که یه کمی امیدوار کننده تر باشه. در شعر سیمین بهبهانی هم اون امید هست. ما در یک ظلمتی گیر کردیم، ولی در دل این ظلمت یک نوری هست و ما باید به اون نور به نظر من کمک کنیم. ولی اگر قرار اون نور به تقویت بشه، ما باید مفهوم حقوق بشر رو در موردش یک کمی بازاندیشی بکنیم. حقوق، حق فقط یک طرف نیست. حقوق بشر فقط حقوقی که ما به عنوان بشر داریم و اون فیلمی که در موردش دیدید، حقوقی که جزء حقوق طبیعی و لاینفک ماست، حقوق جدایی ناپذیر ماست. کسی به ما این حق رو نداده. اگر به ما آزادی میدن، این به خاطر لطف آقای خامنه یا شاه نیست. این حق ما به عنوان انسانه. اگر این حق از ما بگیرن، خلاف کردن. این یک وجه حقه. هر حقی همزادش مسئولیت هم هست. ما فقط تا به حال در مورد حقوق بشر صحبت کردیم، ولی وظایف ما به عنوان کسانی که از حق خودمون میخواییم دفاع بکنیم و خودمون رو مستحق حقوق بشر بدونیم کمتر صحبت میکنیم. هر بار که ما در مقابل اجحافی که به یک ایرانی میره سکوت میکنیم، بخشی از حق خودمون رو به عنوان حقوق بشر واگذاشتیم. هر بار جوکی در مورد یهودی ها میگن
و ساکت میمونیم. هر بار حق بهایی ها رو میخورن و ساکت میمونیم. هر بار جوکی علیه ترکان میگن، علیه کردان میگن، علیه همجنس باز ها میگن و ما ساکت میمونیم و ساکت موندیم و 50 سال ساکت موندیم، مسئولیت خودمون رو و استحقاق خودمون رو نسبت به این حقوق مخدوش کردیم. سکوت برای من واقعا شگفت انگیزه که زنان ایران در ایران بهشون اسید پاشی میشه و اونها باز هم جرأت میکنن روز بعد برن در خیابونها تظاهرات بکنن و ما در خارج در امن خارج نشستیم و هیچ اقدامی در این زمینه نکرد. شگفت انگیز برای من. امشب تشریف آوردید اینجا، بسیار هم خوب کردید تشریف آوردید، ولی این کافی نیست. ما باید نگذاریم جمهوری اسلامی احساس بکنه که این نوع حقوق رو میتونه به این آسونی خدشه‌دار بکنه و روز بعد روز از نو روزی از نو یک دشمن تازهی بتراشن، یه دی رو اگر بگیرن. ببینید بی علاقگی اینها نسبت به زنان چگونه است وقتی که چهار تا جوان رفتن و با چاقو 15,000 تومان از یه نفر به زور گرفتن، ظرف 24 ساعت اینا رو پیدا کردن، ظرف 48 ساعت اینا رو اعدام کردن. الان چند روز از این اسید پاشی ها گذشته. این نظام جمهوری اسلامی، نظام امنیتی، نظام اطلاعاتی که اینقدر بهش میبالن چیکار کرده در پیدا کردن این؟ بجز این که داستان رو عوض بکنه، بجز این که یه روز یک گناهکار براش بتراشه. و ما در خارج کاری در زمینه باز گفتن این قضیه نکردیم و به نظر من در این زمینه کم کردیم. جمهوری اسلامی بخشی از تلاشش برای اینکه این اچافات رو انجام بده فشار آوردن برای این است که ناراضی ها از مملکت خارج بشن. چیزی بین 5 تا 7 میلیون، رقم دقیقش هم نمیدونیم، و این هم شرم‌آوره. چطور میتونیم اینقدر به خودمون ببالیم؟ اینقدر ثروت داریم، اینقدر مکنت داریم، اینقدر در دانشگاه ها نفوذ داریم، هنوز نمیدونیم چند نفر ایرانی در خارج است، هنوز نمیدونیم کجا هستن اینها. وقتی که خانم بیتا دریاباری بنیاد پارس رو درست کرد، ماهی که میگیم ایرانی ها 600 میلیارد دلار در خارج ثروت دارن، متوجه شدیم که تنها گروهی هستن که وقتی کسانی که برای پناهندگی میان، کسی در فرودگاه سراغ اینها نمیره. ایرانی هایی که به کالیفرنیا میامدن، کاتولیک چریتی میرفت سراغشون. تا بنیاد پارس درست بشه یک نهاد ایرانی نبود که بره سراغ اینهایی که میان. شما ببینید اگر یک یهودی از یه جا بیاد، یک لهستانی از یه جا بیاد، یک رومانوی از یه جا بیاد، دم مرز یکی از سراغش بره بگیره، تحویلش بگیره، جاش بده. ما باید این امکاناتی که اینجا داریم تبدیل به بالقوه بکنیم. جمهوری اسلامی این 5 میلیون مهاجر رو، فرض وسطش رو بگیرید، در واقع از این لحاظ ایجاد کرده که نمیخواد ناراضی ها در داخل باشن. و این هم عرض بکنم بزرگترین مهاجرت تاریخ 2500 سال ایرانه دوستان. اینا ما حقمونه که در ایران زندگی بکنیم. اینکه در غربت هستیم بخشی از نقض حقوق بشر ماست. تنها راهی که میشه این رو به ضد خودش بدل کرد، تنها راهی که میشه این رو از حق اجحاف شده به حق گرفته شده یه بشری تبدیل کرد، اینی که خارج کشور رو تبدیل بکنیم به خاری در چشم اونهایی که حقوق بشر رو هر روز در ایران زیر پا میذارن. فرض من بر این هست که رعایت کامل حقوق بشر، یعنی پذیرفتن حقوق اولیه انسان ها، شرط اول دموکراسی است. تمام کسانی که به دلایل مختلف میگن حقوق بشر پدیده غربی است یا حقوق بشر باید لعاب محلی داشته باشه،
مستبدین هستن. شما برید صحبت های آقای آملی رئیس قوه مقننه رو در مورد حقوق بشر پیدا کنید و بعد گفته های فرمانده کل داعش رو در مورد حقوق بشر پیدا کنید، این همان یک کلامه با هم تفاوت ندارن. هر دو هم حرفش اینه که ما شرع اسلام رو اجرا میکنیم و حقوق بشر برای ما اهمیتی نداره. هر کسی چه در عربستان، چه در قطر، چه در رواندا، چه در مصر، چه در آمریکا، چه در آلمان دوران نازی بگی که ما اخلاق و مذهب محلی داریم که با حقوق بشر همخوانی نداره، باید بهشون گفت غلط کردید. ما قرن 21 هستیم. حقوق بشر حقوق بین المللی است، دستاورد بشره. داعش یک گام از جمهوری اسلامی جلوتر گذاشته، رسما مقاله نوشته که ما بردهداری رو احیا داریم میکنیم برای اینکه میخواییم اسلام رو احیا بکنیم. برید مقالش رو بخونید در مجله دابقه. ولی اساس حرفش در مورد حقوق بشر اینه که حقوق بشر پدیده ایست غربی، پدیده ایست که جنگ های در صلیبیون راه انداختن و ما برش نمیتابیم. ما حکم شرع. به نظر من تا وقتی که ما در ایران این حکم رو جان اندازیم، ملت ایران حقوق بشر رو اونچنان که در قوانین بین المللی ذکر شده میپذیره و براش مهم نیست که در کدوم کتاب شرعی چه حکمی هست. اون کتاب های شرعی محترمه برای کسانی که به اونها اعتقاد دارند. میتونید در زندگی خصوصیتون تا وقتی که اجحافی به حق دیگران نکنید اونها رو رعایت بکنید. حتی در زندگی خصوصیتون هم نمیتونید بر اون اساس کاملا اجرا بکنید. نمیتونید دختر 9 ساله رو به شوهر بدید بگید چون من مذهبم اینه. قانون جهان قرن 21 اقتضای دیگری داره و ما باید این رو جا بندازیم. تا وقتی که قانون در ایران برخواسته از رأی مردم نباشه، رأی ایرانی، یعنی یک ایرانی بهایی همونقدر رأی داره که یک ایرانی خدا نشناس، یعنی یک ایرانی یهودی همونقدر رأی داره که یک درویش گنابادی، یعنی یک آخوند شیعه همونقدر رأی داره که یک آخوند تسنن، اهل تسنن. تا وقتی این پذیرفته نشه حقوق بشر در ایران محلی از اعراب نخواهد داشت. و به نظر من این آینده اونقدر هم که فکر میکنیم نامیسر در ایران نیست. اینجاست که میخوام بگم من چشمنداز آینده ایران رو بسیار بسیار روشن میبینم به رغم این رژیم. عرض میکنم چرا. به نظر من اگر شما چشمنداز 20 سال آینده ایران رو از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی نگاه بکنید، به این نتیجه می‌رسید که در 20 سال آینده قاعدتاً حقوق بشر در ایران وضع بهتری از امروز خواهد داشت. ایران 20 سال آینده به رغم این رژیم، به رغم تمام شعارهایی که این رژیم میده، به گمان من به یک جامعه دموکراتیک نزدیکتر خواهد بود. چرا؟ اول برسیم به بخش اقتصادیش، فرهنگیش. آیت الله خمینی یادتون هست گفت اقتصاد مال خره. این حرف همه به جوک میگیرن، ولی در این حرف نکته بسیار مهمی هست. پروژه اصلی آیت الله خمینی و پروژه اصلی آقای خامنه ای در 20 سال اخیر به قول خودشون مبارزه با هجمه فرهنگی بوده، یعنی ایجاد یک جامعه اسلامی جدید، یعنی ایجاد یک فرهنگ جدید، یعنی به قول آیت الله خمینی ایجاد یک ایرانی جدید، ایرانی جدیدی که بیشتر مسلمونه تا ایرانی است، یه هویت جدید، یعنی تلاش برای ایجاد یک فرهنگ اسلامی شیعه به روایت آیت الله خمینی. چون فرهنگ شیعه غیر روایت آیت الله خمینی هم هست، فرهنگ شیعه آیت الله شریعت مداری هم هست،
فرهنگ شیعه آیت الله سیستانی هم هست، فرهنگ شیعه آیت الله ناینی هم هست که میگه دموکراسی بهترین فرم حکومت رأی مردم بایستی ملاک باشه. تلاش این بود، تلاش این بوده، اسید پاشی هم به خاطر اینه که یک فرهنگ به روایت آیت الله خمینی از تشیع در ایران حاکم میکنه. من به نظرم جامعه امروز ایران کاملا نشون میده که این پروژه با شکست مطلق روبرو شده. من با این قسمت حرف خانم کار موافق نیستم که اون دختری که داره میره سر کار در اصفهان با رژیم کار نداره. نه، اتفاقا خیلی کار داره. تمام تلاش این رژیم این بود که زنان رو در خانه نگه داره. تمام تلاش این رژیم این بود که بگه زنان وشون مادریه. هر دختری که در ایران به کار میره، هر دختری که در ایران به دانشگاه میره، هر دختری که در ایران میگه من خودم میخوام لباسم رو تعیین بکنم، من همونقدر در این خیابون حق دارم که اون لات اسید پاش، اون با این رژیم کار داره. برای اینکه روایتش از زندگی با روایت این رژیم فرق میکنه. فرهنگ زندگیش با فرهنگ که این رژیم میخواد فرق میکنه. شما آماری که خود رژیم داره میده از وضعیت فرهنگی امروز ایران نگاه بکنید، یک شکست وحشتناکی این رژیم در عرصه فرهنگی باش روبرو شده. و مثل هر طغیانی علیه یک وضع استبدادی، الان ما در یک مرحله حتی شاید افراط هستیم. این رژیم سعی کرده زنان رو به اخلاق اسلامی در مفهوم خودشون در عفاف اسلامی بیاره. به گفته خودشون 80% بچه‌های دبیرستانی در ایران تا قبل از خروج از دبیرستان حداقل 3 نفر دوست پسر یا دختر داشتن. شما اینو مقایسه بکنید با 35 سال پیش. اون اتفاقی که داره در داخل ایران میفته، در عرصه موسیقی بگیرید، در عرصه تئاتر بگیرید، در عرصه سینما بگیرید، در عرصه نقاشی بگیرید، در عرصه زندگی خصوصی بگیرید، در عرصه شعر بگیرید، در عرصه مراودات انسانی بگیرید، در عرصه سرنوشت زن بگیرید. پریروز تو روزنامه تو رویترز نوشته بود که چیزی که تازگی ها در تهران مد شده مهمانی طلاقه. مهمانی طلاق. میخندید. یک جنبش فاجعه است. 50% ازدواج ها به طلاق می انجامه. ولی این جامعه ایست که به مادر من پدر بزرگم گفته بود با لباس سفید میری، با لباس سفیدم بر می گردی. حالا زنه میگه با لباس سفید میرم، هر وقتم مرد زور بگه گور پدرش میرم بیرون عروسی میکنم، جشنم میگیرم. این فضایی که ایجاد شده باعث شده که رژیم به تقلا بیفته. شما نگاه بکنید از چه زمینه‌هایی ایران با بدترین یا بهترین بالاترین نمره رو در دنیا داره. از 10 تا فاسدترین کشور دنیاست. کنترین از 5 تا کنترین اینترنت دنیاست. شماره 1 در دنیا از فرار مغزها. سالی 150 تا 180 هزار از بهترین دانشجویان ایران که بعضیشون همینجا نشستن، آقای علی آقا اینجا نشسته، اینها جزء بچه های شریف بودن تو استنفورد، خانومی که الان نوبل ریاضی رو گرفته، اینها بچه های درجه 1 ایران بودن. به یک روایتی 70% کسانی که نقره یا طلا گرفتن در المپیادهای ریاضی و شیمی الان در خارج هستن. علی میگه بیشتر. حالا شما 70 بگیر بقیه شد. رقم عجیبی. صدمه ای که فرار مغزها به ایران زده از جنگ ایران و عراق بیشتره. هر دکتری که از ایران خارج میشه بین 4 تا 5 میلیون دلار داره از پول ملت ایران رو به خارج میاره. این همه خرج تحصیل اینها شده. این رژیم اصلا براش مهم نیست. برای اینکه میخواد نخبه ها رو تخلیه بکنه، نخاله ها رو بیاره سر کار. ولی این نخبه ها اگر در خارج متشکل بشن و اون بالقوه رو بالفعل بکنن، اون وقت اون پروژه با شکست رو برو میشه.
و به رغم همه این فشارهایی که آوردن برای اینکه فضای اجتماعی رو مثلا فضای مجازی رو به اصطلاح کنترل بکنن، ارقام ایران رو نگاه میکنید اصلا شگفت انگیزه. 40 تا 45 میلیون اینترنت استفاده برای اینترنت داریم. فیسبوک در ایران غیر قانونیه، 5 میلیون فیسبوک هست. اینستاگرام در ایران غیر قانونیه. آقای خامنه ای سایت داره خودش. به یکی از شاگرده من پیروز اومده بود که تو که ما گفتی اینستاگرام غیر قانونی، این سایت آقای خامنه ای عکس آقای کنار عکس آقای خمینی، گفتم برای ایشون رو مجازه، برای بقیه مجاز نیست. 1 میلیون اینستاگرام هست، کنترین اینترنت دنیاست به یک روایتی، یکی از 4-5 تا کنترین اینترنت دنیاست، ولی یکی از متبهرترین استفاده کنندگان اینترنت در جامعه ایران هستند. تو خاورمیانه فکر کنم غیر از اسرائیل هیچ مملکتی از لحاظ تبحر و وسعت استفاده به ایران قابل قیاس نیست. پس گمان من این است که یک انقلاب فرهنگی در ایران اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. انقلاب فرهنگی یک تجدد واقعی داره در ایران اتفاق میفته، تجددی که هیچ وقت به این گستردگی به گمان من نبود، تجددی که الان 150 سال در ایران در تلاشش هستیم، ولی برای به گمان من اولین بار این جوشش از پایین شروع شده و داره میاد بالا و تمام تلاشی که اینها میکنند برای خونسا کردنش گره بر باد زدنه، برای اینکه این یه تلاش 150 ساله است، حداقل تلاش 150 ساله است که مبتنی بر یک فرهنگ شگفت‌انگیز غنی ایرانه. 150 سال تشیع در ایران در حالت بحرانه. از 1845 شما نگاه بکنید این بحران رو میتونید ببینید. جامعه در یک تحولی است. به همین خاطر گمان من این است که در 20 سال آینده از لحاظ فرهنگی ایران بازتری از امروز خواهیم داشت. تمام تلاش رژیم هم به گمان من ناکام خواهد بود. شما بعضی از مجله هایی که امروز در ایران در میاد نگاه بکنید، سخته، بعضیاش سخته، ولی یک پویایی فکری هست، یک تحولی هست، یک تحملی هست. توی مجله آدم هایی که نظرات مختلف دارن میشینند، نظرات بسیار بسیار جدی رو دارن بحث میکنن. تمام تلاش رژیم است که اینا رو ببنده. هر روز هم که میبنده یکی دیگه یه جای دیگه با یه اسم دیگه شروع میکنه و کسانی که دارن مینویسن در اونجا اصلا هم شمارشون، هم پختگی قلمشون، هم این نگاه انصاف دارشون، این نسل جدید خیلی از نسلی که من جزوش بودم، هم عقلش بیشتر میرسه، هم انصافش بیشتره، هم تحملش برای کثرت اندیشه بیشتره، هم متوجه شده که راه حل نهایی برای مسائل نیست، راه حل ایدئال برای مسائل نیست، باید وضع رو بهتر کرد. دنبال راه حل های ایدئولوژیک نیستن، دنبال یوتوپیا نیستن، دنبال بهتر کردن وضع موجودن و دارن از درون این رژیم رو مثل موریانه از بین میبرنش. اون فرهنگی که داره در میاد، فرهنگ متاسفانه گرفتاری هاش گفتم زیاده، دوران گذار، دوران فساده، دوران میگم وقتی میگم فاسدترین کشور دنیاست، فقط آقازاده ها نیستن که رشوه میگیرن، اونا رشوه های گنده رو میگیرن، اونا پرش میخرن، اونا یکیشون 18 میلیارد دلار، 18 میلیارد دلار به بابک زنجانی دزدی کرده. 3 تا صراف به قول خود رژیم، 3 تا صراف در دوران احمدی نژاد 20 میلیارد دلار پول خوردن. 20 میلیارد دلار کل درآمد نفت ایران از روز اول تا به امروز 1.2 تریلیون دلاره. حساب بکنید سود بابک زنجانی را. شگفت انگیزه. با این حال به رغم همه این مسائل، به نظر من اون چی که در پس این دوران گذار خواهد موند، به رغم این فساد و
این مسائل افراط و تفریط ها به نظر من جامعه‌ای بازتر، جامعه‌ای پرتساهل‌تر و جامعه‌ای متوجه مسئله حقوق بشر، جامعه متوجه این که یک انسان یهودی، یک زن بهایی، یک زرتشتی به اندازه هر کس دیگری در ایران حق داره و همه در برابر قانون مساوی هستند و اون قانون، قانون برخواسته از رأی مردمه و باید با رأی مردم قابل تغییر باشه. این از لحاظ فرهنگی به نظر من نشون میده که این اقتضای 20 سال آینده چرا یک جامعه دموکراتیک تر و جامعه بازتری است. حتی از اون به گمان من یقین تر اقتضای اقتصادی حقوق بشر در آینده ایرانه. اقتصاد ایران اقتصاد ورشکسته است، اقتصادی است به گل نشسته. 8 سال سوء مدیریت احمدی نژاد، این 800 میلیاردی که به یک روایتی اومده، تلفن انگلیس ها میزنن، انگلیس ها دارن اخلال کنن در کار حقوق بشر. اقتضای این واقعا یک فرصت تاریخی عظیمی از ایران سقط شده. ایران الان بایستی در یه جایی خیلی جلوتر از ترکیه می بود. ایران در 1975 تقریبا در همه شاخص ها از لحاظ اقتصادی از ترکیه جلو بود، با تایوان و کره رقابت میکرد. الان ببینید اونها کجا هستن و ایران کجاست. این فرصت از دست رفته. سهم ایران رو از نفت نگاه بکنید، تولید نفت ایران اومده به الان 1 میلیون، 1.5 میلیون. سهم ایران از فروش گاز نگاه بکنید. به یه روایتی برای اینکه اینا سهم تولید نفت ایران رو برسونن به سال 1975، در یه زمان ایران 6 میلیون بشکه تولید میکرد، چیزی نزدیک به 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داره. آقای روحانی وقتی که تشریف آوردن در در نیویورک، یه ده سرمایه داران موفق ایرانی رو جمع کردن و همه گفتن بیایید ایران داره تغییر میکنه، ما داریم وضع رو بهتر میکنیم. تا اونجایی که من شنیدم پیام اصلی بهش این بود که اول برید حکومت قانون رو در مملکت درست بکنید، بعد سرمایه گذاری میشه. بازار ایران بازار شگفت‌انگیز بالقوه مهمی است، ولی پولی اونجا نمیره. تا وقتی که حقوق قانون اساسی درست حسابی، نه قانون اساسی که هر لحظه آقای خامنه‌ای میتونه حکم بده. پیروز خود آقای روحانی گفته آقای خامنه‌ای یه سطرنامه نوشته 10 میلیارد دلار از بودجه واریز کردن به یه حساب دیگه. به چه حسابی؟ به حق به کی؟ این حقوق بشر ماست، این سهم نفت ماست. تو اون شرایط سرمایه نمیاد. بدون اون شرایط هم، بدون اون سرمایه هم مسئله اقتصادی ایران حل نمیشه. بیکاری ایران در جوانها 40%، در دخترها، خانومها حدود 40%، حداقل میگن 40%، شاید بیشتره. این تازه اشتغاله، نه این کسانی که مثلا راننده کامیون هستن میتونن معلم دبیرستان باشن، استاد دانشگاه که 5 تا کار دیگه داره، اونها رو در نظر نمیگیریم. تنها راه حل معضل اقتصادی ایران حکومت قانونه، حکومت قانونی که در اون همه سهم داشته باشن. شما نمیتونید بیایید یک سرمایه‌دار باهایی رو مثلا در نیویورک باش ملاقات بکنید، بگید پولتو بیاد ایران، ولی وقتی که میاد ایران یا حزب اللهی بره سراغش بگی که تو عامل انگلیس هستی برای اینکه محل مثلا قدسیتون در اسرائیل هست. تا اون عوض نشه این سرمایه وارد نمیشه. تا این سرمایه وارد نشه این بحران عجیب اقتصادی که وجود داره حل نخواهد شد. من میخواستم این مقداری در مورد شرایط سیاسی و تاریخی صحبت بکنم، ولی چون پرحرفی کردم و وقتم فقط نیم ساعت هست. بله،
5 دقیقه از کرامت شما داریم. نه خیلی من فکر میکنم 5 دقیقه هم به من دادن، بازم داره چیز میکنه. ببینید من بذارید با این نکته عرایزم رو همون بکنم که شما اگر ترکیب جامعه ایران رو نگاه بکنید، تعداد زنان تحصیل کرده، تعداد فارغ التحصیلای دانشگاه، تعداد جامعه شهرنشین، تعداد کسانی که در طبقه متوسط، حالا متوسط در حال دشواری هستند، وقتی همه اینها رو نگاه بکنید، به طور کلاسیک جامعه است که آماده، مستحق و تشنه دموکراسی است. اینها در علوم اجتماعی فقط حدس و گمان نیست. وقتی جامعه به یه مرحله از بلوغ فکری، بلوغ سیاسی، بلوغ فرهنگی میرسه، وقتی که جامعه داریم مثل جامعه ایران که جامعه مدنیش به رغم این سرکوب 30 ساله هنوز اونقدر هست که این مجله ها رو در بیاره، خانم ستوده رو به ناحق متهمش کردن ولی او هنوز اونقدر حمایت داره که بره وایسه در اونجا یک تنه در مقابل اینها. به همین خاطر واقعا من فکر میکنم برگردیم به شعر خانم بهبهانی، ظلمت هست ولی نور بسیار بسیار روشنی هست و یکی که شما بخشی از این نور هستید و فقط در صورتی اون نور خواهد آمد که یکی که ما هم به حقوقمون واقف باشیم، هم به سکوتمون در گذشته واقف باشیم، هم به خاطر گذشته خطا کردمون پوزش بخوایم. این دموکراسی فقط وقوف به حق نیست، دموکراسی در این حال اذعان به خطا است، دموکراسی در این حال طلب پوزش است، نه توبه، پوزش. پوزش به این معنا که بد کردیم دیگه این کار رو نمی کنیم، دفعه بعدی که یک همسایه‌مون رو اچاف بهش کردن جلوی این اچاف رو خواهیم گرفت. خیلی متشکرم، دست شما درد.